دوستان و تنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز جمعه است، 21 از ماه دسامبر سال 2012 میلادی. در روزهای جمعه شب مدت یک ساعت و نیم خدمت شما دوستان هستم و قرار است در این شبها با بعض دوستان فعالان سیاسی صحبت کنیم. هر شبه که با دوست گرامی آقای بدیعم هفته گذشته صحبت کردیم که این کار چگونه انجام بشود. اجازه بفرمایید که یک غزل بسیار خوب، بسیار عالی از حافظ خدمت شما تقدیم کنم. میفرماید: نردها را بود آیا که عیاری گیرند، تا همه صومعه داران پی کاری گیرند. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و همه طره یاری گیرند. خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی، گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند. قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش، قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش، که در این خیل حساری به سواری گیرند. یارب این بچه ترکان چه دلیرند بخون، که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند. رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد، خاص رقصی که در آن دست نگاری گیرند. حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست، زین میان گر به توان به که کناری گیرند. بعد این غزل ناب بی نظیر عرض کنم که خدمتون خوندم. یک دوستی زنگ زده بود پیش از این که بنده بیام خدمت شما که نمیدونم زمین در تهران شده است متری 12 میلیون، اساساً اجاره خانه غیر ممکن هست، چنین و چنان، و از بدی اوضاع شکایت میکرد و میگفت یک آخوندی که ایشون البته نام برد اما من بیادم نیست اسم منحوس این آخوند چه بود، گفته است که این به واسطه یک گناهی است که مردم میکنن. از بس گناه میکنید بروید گریه کنید، ناله کنید، نماز بخوانید، نماز نافله بخوانید، نماز نمیدونم جعفر صادق بخوانید، نماز جعفر طیار بخوانید، باز مملکت درست میشه. درست هم گفته، به نوعی گفته گناهش گردن شماست. این صحیحه واقعا، چون یک بنگریم در عمق مطلب این حرف این پوچه این آخوند به یک جایی میرسه واقعا. اگر که گناه از ما نبود که در واقع اینا بر حکومت نبودن که دوستان. البته از این حرفای لاتائل میزنن، زمانی که زده بودن اون برجای دوقلو رو اینجا و هزار نفر کشته بودن، یکی از این آخوندهای مسیحی، آخوند فرقی نمی کنه تصور نکنید آخوند مسیحیش بهتره، نه، اینا هم مفتخور هستن و در واقع زهد فروش هستن. گفت قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش، اینا قوت بازوی پرهیزی که ندارن می فروشن در واقع، و در واقع مفت مجانی زندگی میکنن. از این سخنان لاتائل میگه، گفته بود که چون هموسکسوالیتی زیاد شده این بلا رو خداوند تبارک و تعالی فرستاده است. این از که آخونده از یک جنس هستن و این ذهنیتشون به همین وجه هست. و این دستگاه مافیایی، در مافیا وقتی که خانواده های مافیایی با هم می نشستن در باب جرم و جنایت و اینها موافقت می کردن، تا زمانی که در یک خانواده اوضاع احوال خوب بود، خب سر بی سر و صدا بود و میذاشت و قاچاقشون انجام میدادن، آدمشون رو میکشتن، باجشون رو میگرفتن. اما وقتی روزگار سخت میشد، بگیر بگیرا شروع میشد، درآمدها فرو میافتاد، اینا شروع میکردن انگشت در واقع ملامت به یکدیگر دراز کردن و اختلافات شدید و یقه یکدیگر را گرفتن. من فکر میکنم بهترین عرض کنم سیاستی که اتخاذ شده از علیه این داستان همین کار آقای اوباما بوده است و این ماجراها که ملاحظه می‌فرمایید، و این سبب شده است که اینها در واقع، آخه می‌دونید که وقتی آدم تبهکار و کسی که دستش به اموال مردم دراز هست برنامه‌ها دارد،
برنامه ریزی ها میکند، سرمایه گذاری ها میکند، قول ها میدهد، اما وقتی که اوضاع خراب میشه عرض کنم که از عهده برنامه ها بر نمی آید. گمان مخلص این هست که اگر که این تحریم ها شدت پیدا بکنند و این وضعیت نابسامان که واقعا فشار بر فوق‌العاده بر مردم بیچاره است و من شنیدم هنوز زلزله زدگان آذربایجان در واقع هیچ کمکی نگرفتن در این سرمای سخت زمستان، از این سو اینها کمک های اونچنان میفرستن برای سوریه، یعنی اینها تعهدی به مردم ندارن. در واقع خمینی گفته بود، این آقای منتظری در همین کتابش که منتشر کرد خاطراتش میگوید وقتی این آقا اومد ایران و این در استقبال رو دید و اینها، هر موقع ما صحبت ایران میکردیم میگه آقا ایران فراموش کنید، این چه حرفیست، ما میخواییم جهان اسلام رو به یک جای برسانیم، چه این رو چنان کنیم و اینها. میستی که و گفتن هم گفتن که آقا منافع فلسطین بر منافع ملی ایرانیان ترجیح داره. اینا مطالبیست که روزمره ما میشنویم در واقع، و هنوز با آذربایجان هیچ رسیدگی واقعا نشده، چنان که اینها اهالی مملکت نیستن و داستانهای از این دست. گمان مخلص این است که اگر این تحریم ها ادامه پیدا بکند و این فشارها که بر سر همین ماجرای اتمی رژیم هست، دو حالت اتفاق می افتد. یا اینکه این آقایان در واقع به خواسته های جهانیان که علیه اینها مشترک شدند و این تحریم ها رو اعمال می کنند برآورده بکنن که این همه مخارج گزاف به هدر خواهد داد و این همه لاف و گزاف هم جوابی نخواهد داد، چون حیثیت نداشته که ندارن واقعا خواهد رفت. اگر هم که نکنند و ادامه بدهند به همین داستان، باز متاسفانه خطر جنگ هست. این است که اینا خود رو در واقع در یک موضع خیلی بد بین المللی گذاشتن. ما در اینجا خدمت شما اول اینکه عرض کنم که یک خرافاتی هست دائم هر از گاهی به گوش میرسه راجع به این تقویم‌های قدیمی و این سخنان نادرست که در روزگار نبود علم به میان آمده. روزگاری میگفتن که مسیحیان میگفتن در سال 2000 جهان خراب میشود، یه دیگه گفتن در سال فلان فلان پیشگوی نمیدونم نوستراداموس گفته است که در سال فلان لس آنجلس خراب میشه، یک شهری در مغرب منهدم میشه. بسیاری بارکشی کردن، بعض هنرپیشه های مشهور هالیوود بار کردن بند و بساط رو زدن به بیابون ها و اینها که در نوستراداموس چنین گفته است و اینها. اخیرا هم من میبینم که تو این سایت ها اینجا و جا چند نفر از من سوال کردن که آقا روز 21 تا 23 قراره نمیدونم زمین دوچار تیرگی بشه و در مطابق تقویم مایاها که یک مردمی بودن تمدنی داشتن در همین منطقه مکزیک و اینها مال متعلق به روزگاری است که اینها چیزی نمیدانستن بیچاره ها، اینها اطلاعی نداشتن از این جهان هستی و کهکشان و اینها. شما نگاه کنید به حرفای قرآن و تورات و انجیل و اینها، حرفای خنده آوری است. یعنی حداقل اینها نمی رفتن نویسندگان اینها نگاه کنید ببینن بابلیا آقا چه میگویند در باب نجوم، یا یونانی ها چه گفتن در باب نمیدونم نجوم و تشکیلات. حرفای علمی مهم می زدن، همون روزها اینا کاتالوگ درست کرده بودن از ستارگان و چیزها می دانستن، اما اینا مش ملا بودن در واقع، برای مردم عوام و نادان چیز می نوشتن و مطابق اینها بعض اوقات پیشبینی می کنن. خب شما قرآن رو نگاه کنید، خیال می کرده است که در جهان یک خورشید بیشتر نیست و بقیه هم مثل پونست که به سقف می زنیم اونجا هستن، می ریزن روی زمین. می گوید که نمی دونم جهان که آخر می رسه اینها می ریزن روی زمین و این زمین هم که یک بله بعد نیست، خیلی ممنون وارتانچا، بله بعد نیست، خب این خیلی جالبه، خیلی ممنون. ببینید این منظومه شمسی است، در واقع منظومه شمسی است، بهش میگویند که بخش داخلی منظومه شمسی. منظور از بخش داخلی در واقع بله این بخش داخلی و خارجی شعوز میخوام، این هر 8 ستاره است، چون اون آخری اساسا جز سیاره به حساب نمیاد. پلوتو تیکه سنگ است در واقع،
روزگاری جزء سیاره های منظومه شمسی به حساب می آمد و بعد خارجش کردند. ملاحظه فرمایید که ما مرکوری رو داریم، ونوس رو داریم، سومی هم زمین هست. زمین بله، این کوچولو آبی رنگ هم هست، این هم خورشید عظیمه که بله این زمین هست. و بعدش هم مارس هست، مارس اون کوچولوه، بله این مارس هست، بهرام گفته میشه در زبان فارسی. و اینها اجسام و اجرام سخت منظومه شمسی هستن که از جنس در واقع مثل متریال زمین هستن و بقیه عرض کنم که بسیار عظیم هستن و گاز هستن در واقع. یعنی این جوپیتر، این یکی بله، این جوپیتر قریب 370 بار از زمین بزرگتره. اگر اندکی بزرگتر می بود خودش یک خورشیدی می شد، به جهت اینکه از هیدروژن ساخته شده عمدتاً و برای اینکه کوره اتمی آتش بکنه مثل خورشید یک مینیمم جرمی لازم هست. این جوپیتر ناکام مونده، این مثل پسر این شاه انگلیس هست، مثل مظفرالدین شاه خودمون شده بیچاره، این هم قد و قامتش به اونجا نرسیده که کوره اتمیش روشن بشه. و ساترن ما میبینیم و اون دوتا یکی بله بله، اون دوتا یکی در بیشتر گازن و بیشتر یخی هستن به خاطر فاصله شون از خورشید خیلی سرد هستن. و بین مارس در واقع که چهارمین هست و جوپیتر یک حلقه عظیمی از تکه سنگ هاست. اون عکس دوم هم نشون بدین وارتان جان. بله بله، همین بالا دست چپ، بله بله، ببینید اینها هزاران هزار تکه سنگ در حال گردش هستن، اگر این عکس درستی باشه البته، ولی من درست نمی‌بینم. منظوری که یک رینگی، یک حلقه بزرگی بین مارس و جوپیتر هست که میلیون‌ها قطعات کوچیک میکروسکوپی بگیرید و بزرگترین اونها که شعاعشون 1 کیلومتر هست، اینا هم در حال چرخش هستن، به هم دیگر معمولا نمی‌خورن، بعض اوقات هم به هم دیگر می‌خورن و میرسیم به نقاط دورتر. و برای اینکه خیلی ممنونم بارتون جان، متشکرم. و برای اینکه رو زمین تاریک بشود، البته هر کدوم از اینها هم یک عرض شود که ماه ها دارند، ساتلایت ها دارند، اینها که بزرگترین همه اینها این ماه زمین هست و هنوز دانشمندان متحیرند که چقدر این عظیم و بزرگ هست، چون معمولا ماه این اجرام کوچکی هستند، این ماه خیلی خیلی چیز عظیمی است. و یک نظریه میگوید در ابتدای کار یک جسم بزرگی برخورد کرد، تکه عظیمی از زمین کنده شد و اینها به واسطه جاذبه ها هم تعجب میکنه کارخانه خدا رو چرا اینا همه گردن. علت گرد بودن اینا، خورشید یک در واقع کره عظیم نیست، بله کاملا گرد، یعنی خطای دو شعاعش اندازه 6 تا 10 مایل بیشتر خطا نداره و در حال سوختن هست. همه هست و نیست ما آدم ها قد ادعا داریم از انرژی و حرارت خورشیدی است که یک سره البته هیدروژن هست، بیشتر از 90 و اندی درصد، شاید 99% جهان هستی هیدروژن هست، به خاطری که در هنگام تولید و بیگ بنگ ساده ترین عنصر هیدروژن هست. هیدروژن و تولیدات بعدی بر اثر انفجارهای عظیم خورشیدها به وجود میاد. اینها به هر صورت و این خورشید ما و حق با اون کسانی بود که خورشید رو میپرستیدن، که آقا ما که نمیدونیم که حالا این خدای موهوم کجا هست، اما ما میدونیم که زندگی بر روی این کره زمین عرض میشود که بله بر اثر خورشید، بله یک انفجار نشون داد وارتان، بله ببینید اینا فلان فعالات سطح خورشید است که این کره اتمی قریب 4.5 میلیارد سال پیش برافروخته شده، فیوژن هست در واقع، فیوژن. هیچ کس نمیدونست که این در سطح خورشید چه میگذرد. یونانیا با تعجب میپرسیدن چرا این در واقع دود نمی کنه، چرا کوچک نمیشه، چرا هر شبت که هیچ تأثیری درش نیست، در حالی که هست، تغییر درش هست، اما هیچ که نمی دانست که این نور تمیز مرتب در واقع زندگی ساز چگونه است تا در عصر جدید بعد از هر شبت که همین ابتدای قرن 20 تحقیقات ادامه یافت، آقای اینشتین پیدا شد و موضوع تبدیل انرژی رو، ماده به انرژی رو به میان انداخت و هانس بت توانست فرمول های اینها رو بنویسد که چگونه هیدروژن
در واقع به هلیوم تبدیل میشه، اضافه وزنش به انرژی، و ما آدمای پر ادعای زمینی مینشینیم و گمان میکنیم همه چیز مفت و مجانی از برای ما درست شده است. این خورشید بیچاره هر ثانیه 600 میلیون تن مصرفشه. خیلی از این ماشینای تویوتا مصرفش بیشتره البته. 600 میلیون تن پر سکند داره میسوزه که ما بشینیم مهمل بگیم کنار دیوار تکیه بدیم به دیوار، و برای یک نماز نافله که ما میخوانیم خدا میدونه چند میلیون تنی بدبخت خورشید داره مصرف میکنه که ما نافلمون رو بخونیم. الحمدلله. بله، حالا حبیب ابن مظاهر نقشش اینجا چی هست بنده نمیدونم، اما در واقع برای که زمین تاریک بشه، و این رو هم عرض میکنم که این خورشید عزیز و گرامی در واقع قریب 4.5 میلیارد سال دیگه عمر خواهد داشت، و بعد از تمام شدن این کوره اتمی، این هیدروژن ها تمام که بشود، خب مثل هر چیزی موقت، همه چیز بعد شروع میکنه به بزرگ شدن. رد جاینت و زمین رو به درون خودش میکشه. از همین امروز مشغول هستن که حالا این زمین که از میون رفت، چون وقتی که خورشید روز به روز گرمتر میشه، وقتی گرماش 5% بیشتر بشه آبها به جوش در میان، 10% که بشه گیاهان از بین میرن، و بعد سرنوشت خیلی دردناک و غم انگیزی هم هست در واقع. و از همین امروز مشغول این هستن که مثلا فرض کنید 3 میلیارد سال دیگه و اینها، تکلیف انسان چه چیزی باید ترک بکنه اینجا رو، این زمین رو باید ترک بکنه، خودش از بین نبره. همین الان مشغول هستن دارن رو بعض ماهای جوپیتر رو اینا کار میکنن. یوروپا یکی از این ماهایی که اطراف چیز هست، گویا که دارای اقیانوس یخ زده است، و بر اثر گرم شدن اگه این خیلی تئوریای جالب هست. بعضی کسان میگن که اولین جایی که انسان باید برود همین مارس هست، چون اونجا قبلا آب بوده و اینها، در همون حد فاصله یک حدی هست که بهش میگن حد حیات، که اونجا به قدر کافی انرژی میرسه و نور که انسان بتواند زندگی بکند. و یکی از دانشمندان میگه ما نیازمند اکسیژن هستیم، نیازمند فضا هستیم اونجا، و برای اینکه چون سردی گرمش بکنیم بایستیم ما ماشین ها بفرستیم اونجا، سطح بتراشن و تبدیل به پولوشن کنن. پولوشن خیلی زیاد که تولید بشه، انرژی خورشید که برخورد بکنه مقدارش ترپ میشه اونجا، هواش در واقع گرم میشه اونجا، و بعد باید تولید اکسیژن کنیم با یک گیاهان پیدا کردن در همین دره مرگ، دث ولی، که رشد میکنه تولید اکسیژن. از اینجور داستانا خیلی هست. این دانشمندان مشغول هستن و بعض ماهای همین در واقع گس جاینت هایی که نام بردم اینا. بله، این کهکشان ما شب که نگاه میکنیم میلیون ها میلیون خورشید، هر چه میبینیم خورشید هست. این اجسام مستنیری که در منظومه شمسی هست ما ببینیم اینا نور دارن، نور خودشان نیست، اینا نور خورشید رو منعکس میکنن تا 1%، کمایی که ما قریب 5% نور خورشید منعکس میکنه. اما بیرون از منظومه شمسی اجسام مستنیر دیده نمیشن، خیلی مشکل. همه نه خورشید ها هستن. خیلی ممنون عزیزم وارتانجا. بله، اینها همه خورشید ها هستن. اینا خیال میکردن یه خورشید هست. خب حالا 300 نمیدونم میلیون بیلیون تو همین منظومه، تو همین کهکشان راه شیری ملکی وی، خورشید های عظیم هست، و دستا خلاصه وسیع تر از آن است که کار عرض میکنم الله اهل مدینه و اینها، نه، از اینها کار عزیز تر است. در واقع این خدایی که اینا پیشنهاد کردن توهین به خداست واقعا، چون نیک بنگریم اگر ما متصور باشیم که یک پدیده این جهان را خلق کرده، بسی بزرگتر از چیزی است که انجیل گفته است و تورات گفته است و قرآن و این حرفا، اینا بچه بازی، حرفای بچگان است واقعا. خیلی ممنون عزیزم وارتان جان، مرسی، متشکر. بله، اینا عکسایی است و تلسکوپ های جدید که میگیرن و میفرستن از کهکشان. بله، خیلی ممنون وارتان. خب، بارها عرض کردم خدمت شما که دو دارو ما داریم برای التیام خرافات، یکیش فلسفه است، یکیش هم نجومه. اندکی خوشبختانه اطلاع در اختیار همه هست. همه این مسائل که یک زمانی دانشمندان بزرگ می‌دانستن جز اطلاعات پیش پا افتاده روزمره است. عرض کنم که سطح ماه چیست، سطح مارس چگونه است و داستان‌ها و اینا، از بس تولید اطلاع شده و پخش شده در دست جامعه میدانن. بنابراین وقتی ما فکر میکنیم به این عظمت جهان هستی،
حیرت انگیزه. و حیرت انگیزتر این که در همه این کشفیاتی که شده است، این زمین نازنین چه وجود عزیز فریدی است در این کهکشان ها، با این احوال زیبا و این آبشارها و گیاهان و کوها، مناظر دلاویز، اکسیژن، عرض بکنم تولیدات طبیعت، گلهای رنگارنگ، مرغان و باید قدر بهشته، بهشت، بهشت در واقع بهشت جهان هستی. تا به امروز این زمین است که میگن این تبعیدگاه بوده است و نمیم چیه. الان مردم بیزار کردن از زندگی واقعا، که این دنیا باید خرابش کرده بوده، میدونم با نمیدونم بیچارگی و بدبختی زندگی که طلبکار بشه آدم، مطابق داستانی که به مسیحیان نسبت میدن. باری بگرم سر موضوع، به این داستان به این وجه نیست که خرافات اینها بخواد دستگاه رو به هم بزند و نمیدونم زمین بگیرد و چنین و چنان بشه. و نه، تنها چیزی که تا امروز هر سبت که سبب میشد است که میان روز زمین مدت یکی دو دقیقه یا چهار دقیقه خیلی کوتاه تاریک بشود، همین کسوف است در واقع. وقتی که زمین و خورشید و ماه در یک خط قرار میگیرند و ماه در واقع خورشید رو میپوشاند، که کسوف گفته میشود، کسوف کامل، زمین تاریک میشه و بعد چون همه در حال حرکت هستند، هم ماه و زمین، در واقع اون هم رفع می شود. این است که این یک داستان خنده‌آوری بود. بعضی کسان هم دوست دارن دیگر می گوین از این حرف ها که بله قرار زمین آخر بشود و می گوید به هم بچسبید، دعا کنید، فقط دعا کنید، بروید در منازل دعا کنید و اینها. حالا فرض کنید اگر بخواد اتفاق بیفته، حالا با دعا پنداری اتفاق هم جا به جا می شه. جهان هستی با هیچ دعایی جهان هستی جا به جا نشده است. بله، این داستان خیلی خیلی دلچسب و جذابی است. این موضوع همین نجوم، نجوم این در التیام بیماری خرافات و این داستان‌های اهل دین، این با توجه به کشفیات عظیمی که شده است خیلی خیلی مفید است. در کشور ما در بهترین روزها هیچ کدوم از این شهرستان‌های ما مدرسه موسیقی نداشت. یک استاد کسایی پیدا شه از دوزگار قدیم بر اثر سعی شخصی استاد شهنازی، یک کسی آواز رو از پشت پرده یاد میگرفت، میومد برای مردم ها میخوند. یه مدرسه هم در تهران دیگه خیلی مرحمت فرموده بودند و اینا. و این موسیقی با این طول و عرض ایران هیچ حاصل چرس کنم. واقعا واسه عرض بذاریم به این کسانی که با کوشش فردی یکی چند استاد چند شاگرد تربیت کردن، این آهنگ‌هایی که ما داریم حاصل کار اوناست. یعنی کوشش مجدانی برای گسترش موسیقی در مملکت ما نبود، هیچ موقع نبود متاسفانه. خب یک فاجعه بزرگ اتفاق افتاد. یک خانمی میرود و هر سبت که اسلحه اتوماتیک میخره و معلم بوده گویا، و پسرش همونطور که مطلع هستید اسلحه رو بر میداره به علاوه یک پیستول و اون فاجعه واقعا عجیب رو به وجود آورد و باز این سخن گان کنترل به میان افتاد که حالا این 40 سالی که بنده اینجا هستم لیبرال ها که اینجا چپ گفته می شوند، مثل کندی به خصوص، تد کندی به خصوص، بسیار کوشید که یک در واقع سازماندهی بشود این داستان اسلحه. و یک عرض کنم که تشکیلاتی هست به نام National Rifle Association NRA، یکی از مقتدرترین تشکیلاتی است که در امریکا هست برای در واقع دفاع از اسلحه، NRA. و چه آدم های مهمی هم عضو این بودن. یادم میاد این اواخر این مرحوم چارلتون هستون و نفیشه معروف چیرمن این NRA بود و هر موقع میخواد که دولت کاری انجام بده برای محدود کردن وضع سلاح‌ها، اینا لابی خیلی خیلی عظیم و بزرگی هستن و اینا نمیگذارن. خب قانون اساسی دفاع کرده از داشتن اسلحه، که خب در اون روزگار که این قانون نوشته میدونید اسلحه سرپر بود، قدرت آتش چندانی نداشت، یک ششلولی هم بود نهایتاً که حالا 6 تا فشنگ یا 5 تا فشنگ هم میگرفت
بعد در این بر اثر این جنگ های مدرن در واقع مسلسل ها ساخته شد، مسلسل های دستی ساخته. در جنگ دوم سترم گیور از آلمان و بعدش کلاشنیکوف و M14 و M16 و بعد از M1 شروع شده و نیمه خودکار، اینها هم شده است ابزار دست بازی و در واقع به فروش میرسه. حالا کسی که میخواد از خودش دفاع بکنه یا برود شکار بکند، چه نیازی به M14 و M16 دارد و دقیقه 500-600 تیر اینا شلیک میکنن، همین کلاشنیکوف اینها چه دلیلی دارد؟ یا اسلحه یوزی، اینا اسلحه جنگ هستن، اینا برای میدان جنگ ساختن، خدا میدانه. بیشتر از 50,000 تفنگ فروشی در آمریکا هست و سالیانه چندین هزار نفر، اینا آمارش همه جا هست، واسه بیارم خدمتتون به طور دقیق، که اینا کشته میشن. در طول مدتی که آمریکا در عراق در حال جنگ بود، با نیروی جنگی رفته بود اونجا، با یک ارتشی درگیر بود، تعداد آدمایی که در داخل آمریکا در اون فاصله زمانی که من صحبتش میکنم، ولی یادم نیست از ماه چند، تعداد آدمایی که به ضرب گلوله در آمریکا کشته شده بودن بیشتر بود، از بسیار بیشتر بود از تعداد آمریکایی که در مقابل توپ و تانک صدام حسین اونجا کشته شده بودن. این داستان کاپیتالیسم یک بیماری عجیبی است واقعا. همه چیز رو مصادره میکند به نفع سرمایه دار. از داستان مسیح گرفته که همین ژانویه باشه، که در واقع به نام مسیح گسترش سرمایه میکنن، فضایی به وجود میآورن با یک احوال و تبلیغات و اینها که مردم به نام مسیح به هر صورت خریدها بکنن. هر پدیده‌ای ملی قدیمی جشن اینها، سرمایه‌دار سعی میکنه که در اینجا استفاده ها بکند و همین اصل هم یکی از قضایاش در واقع. آقا کسی میخواد شکار بکنه، توفنگ پیگنگی 3 تا فشنگ 4 تا چند تا تیر میخوای بندازی برای شکار؟ بیشتر از 300 میلیون اسلحه دست مردم هست، که البته خب این عرض کردم اسلحه بایستی در دست مردم باشد. بارها به کرات و مردات خدمت شما من اینجا عرض کردم که نمیشود مملکت را خلع سلاح کرد، به خصوص کشورهایی که مثل کشور خود ما که اگر دموکراسی هم بیاوریم یک شبه تبدیل میشود به استبداد، و روح قانون اساسی هم ناظر بر این بوده است که مردم بتوانند از خود دفاع بکنند و یک دیکتاتوری نتواند بر مملکت حاکم شود. این درست داشته اصلا هم درست، حق نگه داشته اصلا هم به منظور دفاع صحیح هست، خیلی خیلی خوب هست. اما این زیاد روی، این زیاد معلوم نیست انتهای کار کاپیتالیسم به کجاست، تا چه حد سیر می شود واقعا، این شکمش چه میزان باید ریخت تا پر بشه، انتها نداره. این که از روزگار قدیم این اندیشه هایی که پیش آمد، که قدیمترینش مزدک هست واقعا، گفت همه مفاسد برمیگرده به مالکیت خصوصی. حالا بحثش جداست، تا میرسیم در اوج داستان به آقای کارل مارکس و دیگران. امروز در وضعیت بدی قرار گرفته است این NRA و این تفنگ فروش ها. گرچه اون چه بنده دیدم، حالا ممکن آمار من درست نباشه، اما تعداد اصل فروشا در این ولی وقتی من آمدم خیلی تعدادشون بیشتر بود، در اینجا کاهش پیدا کرد. در ولی بنده آمار عمومی ندارم، در واشنگتن هم که من بودم به همین وجه بود، بسیار تعدادشون بیشتر بود. بعضی آمارا میگن که خرید فروش تو هم بیشتر رفته. زمانی که اوباما آمد گفتن این کمونیسته و چپه و میخواد اصلا رو از دست ما بگیره، هجوم آوردن به خرید باروت و فشنگ و گلوله و اسلحه و اینا انبار میکردن. با یکی از اینا من صحبت میکردم، یک اسلحه فروش خیلی خیلی میانمایه‌ای بود از یک انبار کوچیکی، گفت من از ماه پیش تا امروز که با شما صحبت کنم 750,000 دلار
باروت و تفنگ و فشنگ و این چیزا فروختن. هجوم عجیبی بود واقعا. گفتن این اوباما چیز میخواد، میخواد تفنگا رو از دست ما بگیره. البته این محدودیت هایی از آمدن آقای اوباما شده است، من جمله این که شما وقتی میخواستی از یه ایالت به ایالت حرکت کنی میتوانستی از 4 تا تفنگ بگذارید جعبه در شبه نیکیزیش هم بدی به ارز کنم که فرودگاه نگاه بکنن که چی هست چی نیست و بعد اونجا تحویل بگیری. دیگه مویستر نیست چنین چیزی. شما نمیتوانید که اصلا رو بدید به هواپیما، یا بایستی بفرستید به کسی که دیلر این کار هست و لایسنس داره، یه مخارج سنگین هم به شما تحمیل میکنن که شما بفرستید برید بگیرید. اینه که جلوگیری کردن از ترانسپورتیشن اسلحه، اما این کافی نیست. حداقل بایستی جلوی مسلسل، اگر این آقا این پسر بچه که رفته این تعداد رو کشته، اگر یک اسلحه تکتیری در اختیارش بود نمیتوانست بیشتر از 2-3 نفری بکشه، گرچه اون هم خیلی زیاده. میگریختن بچه‌ها. حالا ببینیم که آقای اوباما چه خواهد کرد. روز 16 آذر رو فراموش نکنیم. 16 آذر روز دانشجو، ریختن در اونجا، کشتن دو سه دانشجو که بزرگ نیا و اون دو تن دیگه که من الان نامشون فراموش کردم چون آمادگیش نداشتم دوباره مرور کنم. اما 16 آذر همواره به نام روز دانشجوست و همواره در واقع تظاهرات بود علیه تشکیلات و استبداد و اینها، و خوشبختانه هنوز هم هست. یک فیلمی است گویا فرستادن که راجع است به همین روز 16 آذر. وارتون جان این فیلم رو نشان بدید هموطنان ما ببینن. روز 16 آذر هنوز نمرده و نبایستی که از میان برود. تا زمانی که استبداد هست و زمانی هم که نباشه، به یاد اون سه دانشجوی بیگناهی که کشته شدن در محیط دانشگاه به ضرب گلوله، بایستی این یادآوری کنیم، هر سال یادآوری کنیم تا شاید بتوانیم از تکرار این فجایع جلوگیری کنیم. لطفا نشون بدید ببینیم چگونه از خود بنده میاد. جنبش دانشجویی استقبال جهانی با استبداد داخلی براش نباید فرقی داشته باشه. وقتی میگی توی کشور شما میگی ما چرا نمیایم مناظره کنیم، وزارت اطلاعات هم به دیگه ما زنگ میزنه ما رو احضار میکنه، وقتی من با شما مناظره کنم دوباره وزارت اطلاعات یه بار دیگه ما زنگ میزنه. از من تعهد کسی گرفتم نمیذارم ارشد قبول شی. من نمیدونم تعهد کسی شده به وزارت اطلاعات بدید. خواهشم صحبت نکنم. دوستان این صحبت نکنم. شما توی حرفاتون به عقاید مذهبی توهین میکنید. از پیامبر فکر میارید. ببینید که سند بیارید. کجای تاریخ میشه؟ آقای ارمانجا برم گرد میگه این پول امام زمان. این توهین امام زمان نیست؟ بعد شما ساکت نشستید. جنبش دانشجویی برای نسبت به دین حساس میشه. آیا اجازه نمیدین یه عده که تریبون گرفتن دستشون؟ میگم ما بسیجیم. بعد اون بسیج با بسیجی که امام میگفته یکی میکنم. میگم ما همونی که امام میگفته. میگید ما چرا نمیدیم که در این کرسی شما شرکت کنیم؟ شما چرا نمیدیم ما کرسی رو داریم؟ شما بیدیم کرسی ما شرکت کنیم. شما اجازه نمیدید انجمن اسلامی همون انجمن اسلامی رو شما داشتید. تیمونای رسمی کشور همه دست شما، از صداسیما و رادیو گرفته تا اکثر نشریات که کاغذ دولتی نه. کیهان رو دو روز به من بدید. کیهان رو دو روز به ما بدید. کاریکاتور خیلی ها کشیده میشه. ایشون اگر بحثیشه بحث منطقیه بیا بحث کنه. بیا به من اجازه بده. شمایی که به منظر آیت‌الله معتدلی حمله میکنید، به منظر آیت‌الله ثانی حمله میکنید، شما حتی از بحث میزنید، حتی از اون که آقا کاریکاتور پا به خونه آقای مصباحی هستی همش حمله نکردید. Thank you.
واقعا معنی نداره. اگر میخواید بگید ما خردادی هستیم، بگید بیشتر که خرداد. شما اون موقع رایید موقع شده اون موقع خرداد هر جا کرده مسئولی بشتونم یا پاسخ بدم دانشجوی مستمام شما مجید توکلی و دیگران رو بیارید اونجا توضیح بدم یا توضیح بدم راجع به کارایی که کردم. ما هنوز جنبش یک تشکر نداشته که بیان پاسخ تو اطلاعات بشه. حالا دو تا نماینده بحثی بیاراسته و نشد. من به ایشون گفتم آقا نشریه مثل نشریه بیداد به اون نشریه مستقل دانشجوی اگر قرار بشه نماینده نماینده نشریه باشه، خب نشریه بیداد میتونه اینجا بیاد داد بزن بگه آقا جان اینا نماینده من نیستن، ما که نمیتونیم این کارو بکنیم که. اگر قرار بشه مناظره بشه بعد این دو شخص بشه، آقای رضایی پور هم گفتن که باشه بین دو شخص بشه. من سه روز تمام دنبال آدم گشتم، اول از همه بعد یه مدت به خودم هم گفتم خودم قبول نکردم، دنبال آدم گشتم. اولین مسئله که بچه‌ها مطرح کردن همه اینجا میدونن وقتی که خیلی هر اتفاقی داخل دانشگاه میفته شبش از اداره اطلاعات یا دفتر پیگیری زنگ میزنن خونه‌شون میگن آقا شما چرا این حرف رو زدی، چرا اون حرف رو زدی. خب بچه‌ها واسه چی واسه خاطر مسئله امنیتی بیان خودشون بندازن خطر هر چه داخل اداره اطلاعات بشن جواب بدن؟ بعد همین امکان دوستانی داخل این جلسه هستن که اگر مایل باشن من اسم ببرم اصلا اداره اطلاعات سنجش جواب هستن که چرا داخل دانشگاه ترسان تنفی بودن سیاسی ها رو به جناس ترسان تنفی چرا بودن داخل همین جلسه حاضر هستن. این دوست ما میگوید که یک کیهانتون دو روز بدین به من. بنده میخوام خواهش کنم که این تلویزیون ستارستون یک ساعت هم بدین به ما، خواهش میکنیم تو رو بریش پرخون حبیب المظاهر یک ساعت فقط. بله حالا بنده نمیدونم این متعلق به کی بود و چه بود و اینها، اما به حسد جلسه بود یک اعتراضی بود. خوب است اینها حداقل در محیط دانشگاه بایستی بتوانند بچه ها اعتراض بکنن، صحبت بکنن. میگوید که ما هر وقت صحبت میکنیم شب اداره اطلاعات زنگ میزنه که چرا اینو گفتی چرا اونو نگفتی. تعدادی عکس هم هست از راجعه به سوریه. سوریه اینا رو نشون بدیم بارتون جان ببینیم عکس ها چی هست. منم ندیدم هنوز خودم اینا رو ببینیم چه ماجرای حماسی تراژدی است واقعا داستان سوریه. بله ببینید ایشون نشسته پشت یک مسلسل سنگین، یک سپر آهنی هم که خودش حفظ کنه. این آقای محترم به خاطرش حفظ قدرت خانوادهش 43,000 تا 45,000 نفر رو تا به امروز به قتل رسانده. حالا فرض میکنیم که اگر این بتواند مردم رو سرکوب بکنه چگونه حکومتی خواهد داشت؟ چگونه میخواد حکومت کنه؟ به چه کسی میخواد حکومت کنه؟ این دوست صمیم و قدیم آخونده خودمان هست، اما کار از کارش گذشته واقعا. به خرابه تبدیل کرده آدمو، یاد برلین میاندازد و جنگ دوم. وقتی نگاه میکنی به شهرهای سوریه مثل حلب و بسیاری از بخشهای دمشق رو ملاحظه کنید، بله اینا پوک فشنگاز پیداست که اونجا مسلسلی در مشغول کار بوده. خیلی عکسایی چه، بله اینم لنگ کفش گذاشتن در دهان اون جنایتکار، پدر این جنایتکار کذاب ابن کذاب. یه
رشادت مردم سوریه واقعا مثل زدنی است. Peace, I miss you. میکرد ای سور دلتنگ تو هم. اینم مادر کودک زخمی خونی بخشی از خیابان. بله بله بکنم این احوال یک ضد هوایی بود که اون جت رو هدف قرار داده بود. اینم توپخانه دستی درست کرده بود دوست ما. خیلی ممنون بارتان جان، واقعا خیلی تأسف باره چی بگه. خب سپاسگزارم از اون دوست محترمی که از راه دور یک پیغام پرمهری فرستاده بودن برای دوست گرامی آقای فرجی و آقای عرسی. عیناً پیغام شما دوست گرامی به این دو دوست محترم ابلاغ شد. خب کار ما در اینجا هموطنان میدانید که بررسی وقایع روز و نمیدونم مناسبات این آخوند با اون آخوند اینها نبوده از ابتدا، بیشتر پرداختن به کلیات امور بوده. یعنی فرض کنید وقتی یک آخوندی کسی رو سنگسار میکنه، کار بنده نبوده که بیام نفرین کنم به این آخوندی که سنگسار کرده. بایستی رب ببینیم آقا این ماجرای وحشتناک و ضد بشری سنگسار از کجا آغاز شده، سرچشمه رو ما بایستی سرچشمه رو نفی بکنیم که سنگسار از بین برود نه سنگسار کننده. خواهم بارست یه درستان که سنگسار خواهند کرد. و فراموش نکنیم تقصیر این آخوندها نیست که این کارها رو میکنن، تقصیر بنیانگذاران است که این اعمال ضد بشری رو بنیان گذاشتن که اینها اون کارها رو انجام بدن. البته نه که اینها بیگناه هستن. خب اینا هم چیزن، مؤمنین هم به هر صورت. کار مؤمن همینه دیگه، کار مؤمن این است که در واقع در راه خداوند جهاد بکند. قرآنش هم داره، دستور عملش رو داره، نمونای تاریخیش رو داره، تجاوز بکنه، اموال مردم رو بگیره. این مقدار غنیمت که این آخوندها از ملت ایران گرفتن، اون اعراب در طول 600 سال از کل ملت ایران نگرفتن. کار دینشون رو دارن انجام میدن. باید ما کاری بکنیم که حکومت دینی نباشد. عرض کردم پریروز که هر قشری و هر حرفه‌ای میتواند در امور سیاست دخالت بکنه، انتخاب بشه جز آخوند. جز آخوند. بنابراین باید بپردازیم به کلیات امور و مبانی حداقل نظری این قضایا رو بررسی بکنیم، یک چشمانداز وسیع‌تری از قضایا به دست بیاوریم، خودمون رو قوی بکنیم به لحاظ فکری. فلان آخون نمیدونم عرض کنم که امروز 15 نفر شلاق زده، تیربارون کرده اینا. خب برای نگه داشته بیضه اسلام بایست این کارها انجام بشه. خب بعض دوستان سخن از رحم و شفقت و این حرفا میزن، اصلا معنی نمیده. عرض کردم اونجا در اون سینگولاریتی قدرت این مصطلحات اصلا کار نمیکنه. زبان قدرت این نیست که آقا رحم کن. آقای خامنه‌ای چرا رحم نمی‌کنی مگر تو بچه نداری؟ آقا اصلا این زبان مکان با اینا نیست. این زبان با زبان سرنیزه باستی با اینا چیز کرد. زور، با زبان زور اونو می‌فهمن. و این داستان جنکاهه،
این مردم ما و این غمنامه 120 تا تلاش برای دموکراسی حقیقتاً یک تراژدی بزرگی بوده. چند بار بایستی انقلاب کرد برای یک قانونمندی؟ چه میزان بایستی شکنجه شد؟ چه تعداد بایستی کشته را؟ چه میزان بایستی حرف زد؟ 130 سال گذشت. وقتی که مردم ایران برای آزادی و حاکمیت ملی برخواستن، دموکراسی آمریکا دموکراسی جوانی بوده، 40-50 سالش. نخستین در واقع نشانه های آزادی خواهی و تجدد طلبی که پیدا شده، دموکراسی اینجا چیزی جوانی بوده. دموکراسی اینجا پیر شد، ما هنوز به آزادی نرسیم. این ایمان و اعتقاد به قانونمندی، این چیزیست که ما نیاز داریم فردن فرد. و ما نتوانستیم به تاریخ گذشته به درستی نگاه بکنیم، به جهت اینکه هوا پر از گرد و خاکه، گرد و خاک منافع فردی و شخصی. حالا در این فراز و فرودهایی که اتفاق افتاده است و خیانتهایی که به مملکت شده است و پایمال شدن حقوق ملت، یک عده به نان و نوا رسیدن. همواره چنین بوده. اون عده که زنده هستن و خودشون یا پدرانشان این عرض بکنم در این حکومت آخوندی جنایتکار یا حکومت‌های پیشین اینها بودن، مدافعان زور هستن. یعنی اونقدر بینش ندارن که دورتر رو نگاه کنن، آقا انصاف داشته باشن، به عدالت بیاندیشن، به منافع ملت. این است که بیان بعضی مطالب هم مشکل شده حتی در آمریکا. حالا چندین هزار مایل ما دور هستیم از این قضیه. در باب عدالت نمیشه صحبت کرد. بعضی ها سکته میکنن، بعضی ها نمیدونم فجه. یه کتاب اینجا عرض کنم در اختیار من هست الان که با شما صحبت میکنم. من شما رو سوگند میدم به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر، اگه قرار است یه کتاب راجع به دوران بعد از مشروطه بخواهید پیدا کنید، خواهش میکنم این کتاب تهیه کنید و بخوانید. تاریخ مختصر احزاب سیاسی نوشته استاد ملک الشعرای بهار، که خودش ناظر بر قضایا بوده و از فعالان در واقع جنبش آزادی خواهی بوده و وکیل مجلس بوده. این استاد بزرگ در واقع روزنامه نگار بوده، شاهد قضایا بوده و مطالب رو نوشته. و یک قطعه در اینجا هست، صفحه 270 این کتاب. این مثل این که ولتر آمده در داره صحبت میکنه در مجلس ایران. من نمیخونم خدمتتون. این مابقی این وقت رو ما میگذاریم به زمانی که قضاها ریختن و عرض شود که مشغول پایمال کردن حقوق مردم و پایمال کردن قانون اساسی و اینا بودند. و بعد معتمد و تجار تبریزی آمده در مجلس مقدس ملی و سخن گفته، بدونی که به نامی اشاره بکنه و اینها، بر لزوم قانون بندی و نگهداشت قانون و آزادی سخن رانده. حقیقتا شاهکاریست. یعنی عرض کنه تا اونجایی که به خود بنده مربوطه است، هر موقع که واقعا بخوام که یک نقطه روشنی رو نگاه کنم که احوال روحیم بهتر بشه، این نطق این معتمد و تجار رو که از تبریز بوده برمیدارم نگاه میکنم. مجلس به ریاست معتمد الملک تشکیل شد. معتمد تجار بر حسب وقتی که قبلا خواسته بود پشت تریبون رفته اظهار داشت. من توجه شما رو جلب میکنم، سخنرانیش طولانی است اما بخشهایش رو من خدمت شما میخوانم. ببینید چه محتوایی، چه ذهنها بود و چه آدمها بودن و چه دانایان بودن در مملکت ما. بهار میگوید در هر گوشه از ایران رجال بزرگ بودن که اینها مانع میشدن در واقع که هر کسی هر کاری دلش میخواهد بکنه. تا رفته 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 رفته
برهوت برهوت ایران شد برهوت رجال. باری حقیقتا خیلی ننگاور با باعث تأسف است که پس از 17 سال مشروطیت و اون همه قربانی ها که در راه آزادی داده شده مجبور شویم که در عوض اصلاحات اساسی از نقض قانون اساسی و اجرا نشدن سایر قوانین شکایت کنیم. خطوطی که از آذربایجان میرسد ما را عصبانی و وادار به عرض این عرایض نموده است. آقای معتقد تجار، در ضمن عرایضی که راجع به پاره از قضای آذربایجان سابقا به عرض مجلس رسانیدم، شرحی هم از کلیه اوضاع اون ایالت عرض و ضمنا درخواست کردم نمایندگان محترم که برای حفظ حقوق این ملت منتخب شدن عطف توجهی بفرمایند. از آذربایجان که به قصد تهران عازم بودیم با نهایت ذوق و شوق می آمدیم و خیال می کردیم به مجرد تشرف در مجلس با مساعدت آقایان برای جبران مافات اقدامی خواهیم کرد. متاسفانه بعد از ورود و مطالعاتی که در این مدت کرده ایم می بینیم نسبت به امورات اساسی مملکت و حملاتی که به اساس و ارکان آزادی و مشروطیت در این پایتخت می شود، مجلس ساکت و نمایندگان محترم توجه مخصوصی نمی فرمایند. جلسات گرانبهای مجلس تمام صرف جزئیات شده و اوقات زی قیمت نمایندگان تلف می شود. دشمنان آزادی و استقلال مملکت لاینقطع در کار خودشان را توسعه می دهند و قریبا روزی می رسد که نه سر می ماند و نه دستار. به ساعت مشروطیت که برچیده می شود سهل است استقلال مملکت را هم می برند. و این نکات جالبی است. می گوید وقتی قانونمندی نباشد و قانون رعایت نشود ما مجبور به انقلابات پشت سر هم هستیم و چنین هم شد. ترتیب حالی بنده را حق می دهد که نسبت به اوضاع حاضره بدبین و زنین باشم. مجلس که حامی و ناظر قوانین اساسی است، دلسرد، شاه که حافظ و نگهبان و قانون اساسی و اصول مشروطیت است در خارج، دیگران در حالت بی تکلیفی، اهالی و موکلین به خیال اینکه وکیلشان در مجلس است و برای اونها کار می کند رفته به فراغ خاطر برای نتیجه اقدامات منتظر نشسته. یک مرتبه ملتفت خواهند شد که خاک بر سرشان شده است. مادامی که قانون اساسی اینقدر زیر پا انداخته شده و ابدا نشانی از او دیده نمی شود، ما و شما وضع قوانین را برای کی می کنیم و کدام هیئت دولت مجری اون خواهد بود؟ مگر ملاحظه نمی فرمایید در خارج نمایندگان و این مجلس تا چه درجه موهون شدن؟ به هر محفل و اجتماعی که می رویم و با هر کس که ملاقات می کنیم از سکوت مجلس و مجلسیان شکایت می کنند. از تبریز در این مدت کم که وارد شده ایم خطوط متعدد رسید. از وضع مجلس و نمایندگان و هیئت دولت استفسار کردند و می کنند. نمی دانم چه جوابی بنویسیم و حقیقتا در حیرت هستم. اوضاع حاضر را قطعا نمی توان مناسب و لایق و سزاوار اطلاق یک حکومت ملی دید. در حقیقت نمایشاتی می شود که خیلی اسباب وحشت و پریشانی و نگرانی است. عملیاتی در مرکز مملکت می شود که به نظر بنده ممکن است در آتی خیلی نزدیک برای مملکت و ملت خطراتی متوجه سازد. بدون مجوز قانون جرائد را می بندند و مدیران اونها را توقیف، حبس، تبعید و زجر می کنند و می زنند. چرا؟ برای اینکه از کثرت ظلم و تعدی و انتخاب اشخاص بد سابقه برای مأموریت ها و اختلاس ها و هزار مظالم دیگر تنقید کرده و دولتیان را به راه راست دلالت و نصیحت می نماید. این همون نقش روزنامه هاست در لیبرالیسم که بارها اشاره کردیم به عرض کنم که مقالات متفکران اروپا و تأکیدشان بر وجود بیان آزاد روزنامه ها که از فساد دولت جلوگیری میکنه. کارخانه تصفیه فساد در دستگاه دولت بیان آزاد و روزنامه ها هست. بنابراین مستبدین به مرزی که میرسن دهان روزنامه نگار را خرد میکنه. خمینی هاتون هست؟ اول اختیار ارتش و اختیار چیز هست تشکیلات اطلاعاتی، دوم بستن روزنامه ها و بستن دهان مردم و بعدش هم پر کردن زندان هاست از معترضین. اینطور آغاز میشه.
دم و دستگاه خمینی هم همینطور آغاز شد. چه امیدها که برباد رفت واقعا. چه 37 روزی بود، 37 روز دوره شاپور بختیار، یادش به خیر باد. گفت که خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. اینها عوض اصلاح احوال و مفاسد خودشون متشبث به نقض قوانین میشوند. آیا برای جلوگیری از خطرات متصوره نمایندگان ملت چه تصمیمی اتخاذ میکنند؟ این تیکش هم خیلی زیباست میخونم خدمتتون. میگوید قانون اساسی اعمال را تقسیم و هر وزیری را در کار خود مسئول کرده است. آیا حالا در اینجا رعایت میشود؟ خوب است برای مراعات سوگندی که آقایان نمایندگان در مجلس داد کردن اجالتا از بعضی کارهای جزئی صرف نظر فرموده و اوقات عزیز و فربهای خودشان را صرف مذاکرات مهمه اساسی بفرمایند. از قانون اساسی که به غیر از لفظ و یک کتابچه مطبوع اون هم در کتابخانه ها و در خانه ها اجالتا چیز دیگری نیست. همون مظالمی که در ادوار فطرت میشد، همون خلاف قانون ها که در اون اوقات مرتکب میشدند، حالا هم میشوند و این مظالم و نقض قوانین با زمینه هایی برای انقلابات در مملکت تهیه کرده و میکند. و بله دیگه، وقتی که شما میایید یک ملتی انقلاب میکنه. اون زمان که قانونی نوشتن که حق ملت درش بود و از حق ملت دفاع میکرد و یک قانون اساسی بسیار زیبایی بود، اون چنان شد. حالا ببینید دیگه احوال این قانون اساسی ولایت فقیه، ببینید چه چیزی است. ببینید چه چیزی است. خوندم خدمتتون این تئوری آقای شیخ منتظری. ازم یه دوستی یادآوری کرد که این آقای منتظری در یک مصاحبه گفته است که من بچه که بودم استعداد خوبی داشتم اما مربی خوبی نداشتم. یعنی که والا اگه ما میتونستیم آخوند نمیشد. این حرف، این بهترین حرفی بوده که منتظری زده، این بوده. خب میگوید که از قاخل، خب معلوم میشود ما عمرمون را باید در انقلاب صرف نماییم. بیچاره کاش زنده بودیم، مرد بزرگ و میدید چقدر حرفش درست بوده. عمرمون را باید در انقلاب صرف نماییم و همیشه در زد و خورد باشیم. این یک نماینده تبریز هست دوستان گرامی، در اون سال 1301. ببینید چه خبر بوده. ترتیبات و اوضاع حاضره و این لاقیدی در مراعات اصول قوانین اساسی است که اتصالا در مملکت باعث تولید قیام ها و نهضت ها می شود. قیام تجدیدیون تبریز برای چه بود؟ آیا به غیر از عدم رضایت از اوضاع پریشان و اسف‌آور مملکت بود که می‌خواستند دولت را وادار به اجرای کامل قانون قوانین اساسی بکنند؟ آیا اولیای امور تجربه حاصل کردند و یک قدمی برای اجرای قانون اساسی برداشتند یا برای آسایش اهالی مملکت اقدامی کردند؟ فرداست که از کثرت ظلم و تعدی در سایر نقاط مملکت نیز قیام‌ها می‌شود. به این طور همیشه این مملکت در جزر و مد به هیئت انقلاب و همیشه مردم در زحمت بوده، روی راحت نخواهند دید. رحمت الله علیه آقای معتمد و تجار از تبریز. خب درست دیده، همه چیز مطابق پیشبینی شده. اون مملکت روی راحت نخواهد، همواره در انقلاب خواهیم زید و هرگز روی راحت نخواهیم زید. خیلی خب، لازم است مجلس شورای ملی هرچه زودتر به هیئت دولت و زمامداران وقت و مسئولین امور جدا اخطار کند که قوانین اساسی مملکت را که با خون پاک جوانان وطن و مجاهدین با غیرت تحصیل شده است مراعات و هر یک از وزرا در اداره و حدود اختیارات خود با جدیت مشغول اصلاحات بشوند. حالا اگر آقایان نمایندگان بخواهند از وزارتخانه های داخله و مالیه و غیره سؤال و استیضاح فرمایند، آیا جواب خواهد شنید؟ عقیده بنده خیر، زیرا در حدود اختیارات اونها مداخلاتی می شود که نبایستی بشود و این هم در واقع هرج و مرج است و ابدا شایسته یک ملت مشروطه و حکومت ملی نیست. ایرانیان با غیرت که جمع شده و بیرق استبداد را سرنگون و
و به تحصیل مشروطیت نائل شدند، گمان نمی کنم دیگر زیر بار استبداد بروند و قطعا کار منجر به انقلاب خونریزی خواهد شد. تا زودست باید مجلس چاره‌ای بکند و به انقلاب میدان ندهد. حکومت‌های نظامی باید از مرکز و سایر نقاط مرتفع بشود و به وزرا تذکر داده شود که به وظایف یکدیگر مداخله نکنند. عواید دولتی باید از هر منبعی که باشد توسط مامورین مالیه به خزانه دولت وارد و از اونجا مطابق تصمیم مجلس به مصارف برسد. وزرا باید هر یک در حد اختیار و مسئولیت خود مشغول اصلاحات باشند. دولت را باید تذکر داد و وادار کرد که جدن مراعات قوانین اساسی مملکت را نموده و در اجرای قوانین موضوع مسببه از طرف مجلس مراقبت نمایند. دو سه خطی دیگه هم خدمتتون میخونم. خیلی 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 با ارزش این نطق این مرد. در مرکز و ولایات کسانی را که تحریکات برجسته بر ضد آزادی و مشروطیت قلمن و لسانن و عملا مینمایند شدیداً تعقیب و به مجازات برسانند. در حیرتم چطور می شود در جلوی چشم مامورین دولت مشروطه علناً بر ضد مشروطیت و قوانین اساسی قیام و بدگویی کنند؟ چرا دولت اونطور مامورین وظیفه ناشناس را تحت مسئولیت در نمی آورد و در مؤاخذه را تنبیه نمی نماید؟ در تبریز که مهد آزادی است و مرتجعین قدرت نفس کشیدن نداشتند، حالا در ظرف این یکی دو ماه وضع اونجا طوری شده که بعضی از مفتخورها علناً نفوذهایی بر علیه قانون اساسی و مشروطیت اعمال میکنند و مامورین دولت هم ابداً حرف نمیزنند و ساکت نشستند. معلوم میشود حکومت نظام اونجا یا سایر نقاط فقط برای جلوگیری از اجتماع آزادی خواهان و مذاکرات اونها و بالاخره خفه کردن اونها برقرار شده است. داستان تسلط قزاق‌ها رو در تبریز و سرشار دیگه داره توضیح میده این مرد. من واقعا توصیه میکنم که هر میشود که شما هموطن عزیز من، برای که بدانید ما چگونه ما شدیم، این کتاب مستطاب رو، بعدش هم نطق مدرس هست در مجلس، اینها اسناد تاریخی ماست. ببینید شما اگه بخواد راجع به فیزیک اظهار نظر بکنید، بابا دو سال باید یه کالجی رفته باشیم، دو تا کورس اول دوم فیزیکو خونده باشیم، قانون نیوتن، الکترومغناطیسم، یه نمیدونم مکانیک چیز، کیمستری همینجوره، تاریخ هم همینجوره. بابا جان همینجوری که نمیشه اظهار نظر کرد، نظر داد و رگ زد بیرون. آقای استدلالی، یه سندی، یه چیزی باید بیاریم دیگه. نه، سیاست و ادبیات دو چیزی که همه کس خودش رو محق میدونه راجع به صحبت کنه. حالا ادبیات باز یک مطلب حسی است هر کس، اما این داستان تاریخ سیاست مملکت اینطور نیست که ما رو بشینید به جهتی پدر ما منافعی داشته و نمیدونم پوتیناش اونجوری بوده است و اینا اظهار نظر کنیم، یه عده رو رد کنیم، یه عده رو چیز کنیم، آزادی خواهان رو بکوبیم، خاک بپاشیم، دروغ بگیم، شانتاج کنیم. نه، باید یه وقتی بگذاریم، یه مطالعه‌ای بکنیم، آقای تحقیقی بکنیم. بابا جان یکی از آثار مهم همین تاریخ مختصر احزاب سیاسی مرحوم افشار بهار هست، تاریخ 20 ساله حسین مکی. اینا رو نگاه کنیم، خیلی چیزا به دستمون میاد. بارتان جان چه میزان وقت داریم یا نداریم؟ بله، تو هر اتفاقی که میفته، اتفاق بزرگ مثل مشروطه، مثل همین انقلاب اخیر ایران، انقلاب اخیری که میگم انقلاب سیاسی، اینها با یک حقایقی توأم هست. این حقایق رو در اسناد باید پیدا کرد، نه در تعصبات یا گاسپ ها به قول این فرنگی ها. اینا رو باید کنار هم گذاشت، یک استنتاج درست کرد که کار از کجا به خطا رفته، کار از کجا کج شده این مسیر آزادی خواهی و فایدهش چیه؟ فایدهش این هست که ما بتوانیم در واقع وقتی به آینده نگاه میکنیم بدانیم چه چیزها مضر خواهد بود و راه ما رو باز کج خواهد کرد. فایدهش اینه، فایده تاریخ فقط همینه. مثل آزمایشگاه بزرگی است که اعمال آدمی در اونجا آزمون شده و ادامه دارد. در واقع تاریخ به وجهی به قول بعض
ناظران تاریخ مدبره، مرتب تکرار بعضی حوادث است. مردم مجرب و دانا استفاده میکنن از این تاریخ. کسانی که به نادانی میزنن مرتب در اشتباه دست و پا میزنن. روزی که خمینی آمد به اون مملکت، به اون افسرهای ایرانی رو برد به پشت بام و اونجا تیرباران کرد، این روشن فکرها و قلم به دستا و اینها به عوضی که معترض بشن آقا داری چه میکنی ای مرد آخوند جنایتکار، به چه دلیل، به چه دلیل شما امریه صادر میکنی تیرباران میکنی؟ تبریک میفرستادن. یه روز من یادم از 22 سه نفر رو این خمینی تیرباران کرده بود تبریک داده بودن، انقلابی عمل کردی ای امام، ما هم پشت سر شما هستیم، اگه آدم خوش کم دارید ما هم بیام خدمت شما. یعنی کسی که آمد و شد قدرت اول مملکت و قوانین رو رعایت نکرد دیگه تکلیف ملت معلومه دیگه. نتیجه اون شد که یک روز دهانش باز کرد گفت نابود کنید دشمنان اسلام را، ریختن جنایتکارا اجامر. این نخستین بار است که حکومت اراذل، حکومت ایران از زمان خمینی، خودش هم جز اجامر بود، آخر خودش هم که آدم درست حسابی نبود، حکومت اجامر و اوباش، اراذل، حکومت اراذل بر مملکت تا به امروز. یه عده کف می‌زدن پشتیبانی امام، قلم به دست هم بودن. مثلا اون چنان به این آدم میدان دادن که حداقل 20,000 جوان بیگناه رو به خاطر عقیده در زندان تیرباران کردن. بچه‌های کوچک 20,000 عکس من دیدم، 20,000 عکس بین 10-12 سال تا 24 سال یا 30 سال نهایت. جواب این جنایت ها رو چه کسی خواهد داد؟ خب خیلی متشکرم که توجه فرمودید هموطنان گرامی، دوستان، همزبانان عزیز، دوست عزیز افغان من، نویسنده کتاب سکولاریزم این افغانستان، خدمتشون زنگ میزنم و ازشون دعوت میکنم که با هم در این برنامه صحبت کنیم. خیلی کتاب جالبی نوشتن، قبلا خدمتتون معرفی کردم، دو کتاب برای من فرستادن. من خیلی علاقمندم این داستان سکولاریسم در افغانستان رو که به درد ما هم میخورد با ایشون مطرح بکنیم. خدمتشون زنگ میزنم شاید بتوانیم باشون صحبت کنیم. از بارتان گرامی بسیار ممنونم و شما هموطنان که توجه فرمودید به این برنامه، برنامه رو بایستی ببندیم، از شما خداحافظی کنیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.